سلام شما در حال شنیدن اپیزود دوم پادکست مسیر هستید توی فصل فن بیان ما قرار راجع به این صحبت بکنیم که چطور بتونیم با کلاممون تأثیر بیشتری بذاریم و خودمون رو تا حدی توسعه بدیم قرار توی هر قسمت راجع به دو تا از اصول پایه فن بیان صحبت بکنیم به این منظور که بتونیم بیان خودمون رو در راستای صحبت کردن، خانش و یا خوندن قوی تر کنیم. توی قسمت اول راجع به تلفظ صحیح حروف صحبت کردیم و شمرده و کنترل شده گفتن. توی این قسمت به عنوان اولین موضوع قرار راجع به چیزی صحبت بکنیم که هم در فن بیان برای ما بسیار مهمه هم توی زندگی شخصی و اون چیزی نیست به جز تنفس اصولی ببینید نفسگیری اصولی ما انسانها از ابتدا این طور بوده که ما وقتی با بینی دم رو میکشیدیم داخل شکممون میومد جلو شکممون باد میکرد و نفس رو که نگه می داشتیم بعد چند سنه که می خواستیم نفس رو خالی بکنیم شکممون به داخل میرفت. رفت منطقی هم هست وقتی من دارم حجم هوا رو به داخل میدم خب مسلما باید اون عضو در بدن من که هوا رو در خودش نگه می داره بزرگتر بشه باد بکنه مسلما پس ما همین رو تمرین می کنیم با هم دیگه ما انسان ها در طول گذر زمان در طول این سال ها به خاطر حالا تنفس غلطی که کردیم به خاطر روش های اشتباهی که باهاش زندگی کردیم و چیزهایی از این قبیل که حالا خیلی روش دقیق نمیخوایم بشیم تنفس اصلی خودمون رو تا حدی فراموش کردیم و ازش فاصله گرفتیم این مدل نفسگیری منجر به این میشه که ما داخل بیان نیازمند نفس های کمتری باشیم هر فردی خب مسلما ظرفیت ریش، ظرفیت ششهاش و چیزهای از این قبیل براش متفاوته اما اگر بتونیم این تنفس رو داشته باشیم ظرفیت خودمون میره بالاتر مسلما نیازمند نفسگیری های کمتری هستیم در طول بیان جدای از این قضیه روی صدا تاثیرات مثبت خیلی زیادی میذاره صدای شما حجم بیشتری خواهد داشت و تاثیرگذاری قوی تری میخواد جدای از مسائل صدا روی سلامتی بدن هم تاثیرات خیلی مهم می داره به خاطر اینکه تنفس اصلی ما اون هست و حجم هوای بیشتری رو وارد می کنیم. پس این رو اگر سعی بکنیم روزی ده دقیقه، 20 دقیقه یا تا نیم ساعت و یک ساعت که خیلی عالی هست انجام بدیم منجر به این میشه که ما کم کم حجم ریه هامون هم افزایش پیدا میکنه و خیلی مسئله نخواهیم داشت توی نفسگیری اما تمرین مهمی که توی این جلسه داریم تمرین فن بیان راجه به های صداییه هر فردی چهار مدل صدای متفاوت داره که ما با این اسمها اونها رو میشناسیم صدای دیافراگمی صدای سینهای صدای دهانی و صدای سر دیافراگم یک ناحیه پایین قفسه سینه و بالای شکم که صدای دیافراگمی هم صدای هستش که ولوم نداره صدای گوشیه صدای پچ پچ کردنه و بیشتر از ولومی که تولید میکنه هوا تولید میکنه بخوام اگه بهتون یه نشونه بدم که متوجه باشید با صدای دیافراگمی داریم صحبت میکنیم یا نه اینه که کسی که تو فاصله نیم شما و حتی یک متری شما هست نباید این صدا رو بشنوه حالا من به میکروفون نزدیکتر میشم و این صدا رو بیان میکنم این صدایی که از من میشنوید صدای دیافراگم با یک مقداری ولوم بالاتر ببینید باز هم من برای اینکه بخوام بگم این صدا چطوره برای اینکه شنیده بشه یکم بهش ولوم دادم یکم بهش صدا دادم باز از این هم باید پایین تر باشه صدای سینه ای چون حالا یه ذره نیازمند معرفی بیشتر رو در آخر بهش میپردازیم صدای دهانی صدایی که باش حرف میزنیم صدای عادی ماست و خیلی نیازمند تمرین نیست که بخوایم بهش برسیم علال حساب ازش استفاده میکنیم به خاطر صحبت های روز معرمون. صدای سر هم که صدایی که باهاش فریاد میزنیم صدای بلند با حجم زیاد جوری که افرادی که از شما فاصله هم دارن چند متر میتونن به سادگی بشنون که شما چی میگید فکرم نمی کنم که نیاز باشه این صدا رو ادا بکنم میدونیم چی هست اما صدای سینه ای صدای سینه ای یک صدای گرمه صدای مخملی هم بهش میگن والا شنیدیم که بعضی جاها میگن صدای گویندگی یا صدای دکلمه صدای سینه ای از نظر ولوم پایین تر از صدای دهانیه و مسلما بالاتر از صدای دیافراگمی حجمی که تولید میکنه حجم متوسطیه صدای گرمیه و یه ذره با لرزش همراهه در ابتدا برای پیدا کردن صدای سینه ای نیازمند یک سری تمرین ها هستیم بعد که به این صدا و ادا کردنش مسلط میشیم دیگه میتونیم تمرین ها رو فراموش بکنیم من یک چند ثانیه با این صدا برای شما ادا میکنم که یادتون بیاد چه شکلی هستش صدای سینه یه هر فرد با فرد دیگه کاملا متفاوته یعنی ما اینطور میبینیم که یک فردی صداش به اصطلاح بمتره یک فردی صداش به اصطلاح ضعیفتره ولی خب با تمرین هر فردی میتونه به صدای سینه خودش دست پیدا بکنه و اون رو حالا تغییر بده این صدای سینه که البته من چون یک سره دارم کل این پادکست رو ضبط میکنم یه ذره ممکنم هست به هنجرم فشار وارد بشه که خیلی خوب ادا نکرده باشم و میکنم اگر اینطور بوده چون صدای سینه این تقریبا صدای مهمیه ما اپیزود بعدی رو تماما اختصاص میدیم به تمرین صدای سینه ای که بتونیم اون رو ادا بکنیم پس فعلا در همین حد بدونیم که این صدا هست اگر هم میخواید حالا تمرین هم بکنید تمرین کوچیک ما میگیم که صدای دیافراگمی رو یعنی اون چیزی که حجم, ن... حجم نداره فقط حجم هوا داره و صدا نداره رو یک حرف رو تلفظ بکنید خیلی با شیب ملایم بهش ولوم بدید جایی که صداتون میلرزه شروع بکنید به حرف زدن اون میشه نقطه آغازین اصطلاحا صدای سینه ای من خودم با حرف آ تمرین میکنم چون باش راحت ترم پس اینطور شد که میم حالا چیز رو بیان میکنیم مثلا حالا یک تا متون ادا بکنم حالا تا اپیزود بعدی مثلا حرف آ رو از صدای سینه ای از صدای عضو میخوام می میکشیم بالا که صدای سینه رو پیدا کنیم اول هم فقط هوا میاد آه در ناحیه ای که صدا میلرزه باهاش صحبت میکنیم این ناحیه میشه ناحیه صدای سینه ای حالا تو قسمت بعدی هم کامل بهش میپردازیم که چی هست و چطور هست و چطور باید بهش تسلط قوی تری داشته باشیم اما یک موضوع دیگه که برای آموزش امروز داریم موضوع تغییر لحنه ببینید یکی از چیزهایی که بسیار تفاوت ایجاد میکنه بین کسی که فن بیان کار کرده با کسی که نمیدونه فن بیان چیه همین تغییر لحن است ما چندین مدل این کار رو انجام میدیم اصطلاحا به صدایی که با یک لحن بخونه متن رو میگیم مونوتون مونو به معنی تک تون هم که میشه لحن یکی از راهکارهای تغییر لحن اینه که ما به صورت موجی حرف بزنیم سینوسی حرف بزنیم ما چهار تا اومدیم صدا رو معرفی کردیم دیگه صدای دیافراگمی صدای دهانی صدای سر و صدای سینه ای هر چند کلمه یه جا مثلا سه کلمه چهار کلمه پنج کلمه یهو بین صداهاتون سویچ کنید یهو از دیاف روی صدای دهانی صحبت کنید یهو با صدای سر صحبت کنید یهو از صدای سر با صدای سینه ای صحبت کنید و همینطور برای تمرین هم نیاز نیست که این تغییر ها منطقی باشه و درست باشه فقط میخوایم که یه ذره صدا رو گرم بکنیم من یک متنی رو از کتاب آزادی حیوانات آماده کردم که برای این تمرین بخوام بخونم توی اینترنت هم بزنیم این قسمت از این کتاب معروفه و میاد قرار هم نیست لحن های من منطقی باشه فقط میخوام تغییر بدم گیاهخواری صرفا جستی نمادی نیست همچنین تلاشی برای منظوی ساختن خود از واقعیت های زشت جهان هم نیست که خود را بدون مسئولیتی در قبال زدم و کشتار سرتاسر سر جهان پاکیزه نگاه داریم گیاهخواری گامی علمی و کارآمد است که با انتخاب آن میتوان هم به کشتن حیوانات خاتمه داد و هم به وارد ساختن رنج به آنها ببینید اصلا یه سری جاهاش به نظر مسخره می اومد. یعنی مشخص بود که نباید با این حالت خونده بشه ولی ما فقط میخواستیم که این تمرین رو انجام بدیم به این دلیل که کم کم عادت بکنیم به تغییر لحن و یادمون نره که هر چند کلمه یک بار باید لحنمون رو تغییر بدیم دلیل این کار چیه؟ دلیل این کار اینه ببینید خیلی ها صدای زیبایی دارن ولی وقتی یک فایلی یک دکلمه ای یک شعری متنی ازشون گوش میکنیم خسته میشیم حوصلمون سر میره یعنی وقتی پلی میشه میگیم واو چه صدایی داره چقدر زیباست ولی بعد ده ثانیه میبینیم که دیگه اصلا حوصله سر بر میشه دلیلش اینه که خب یک صدای زیبا تا چند ثانیه نهایت تا 20 ثانیه میتونه شما رو سرگرم نگه داره بعد از اون این لحنه که تاثیر میذاره یعنی توی فن بیان توی خانش توی گویندگی حتی لحن رو میگن از خود صدا هم مهمتره این تمرین هایی بود که توی این اپیزود قرار بود با هم دیگه کار بکنیم اپیزود بعدی ما راجع به صدای سینه ای خواهد بود از دست ندید این اپیزود رو و اگر هم دیدید که خب با, با یک سری تمرین ها نرسیدید به این صداها ناامید نشید به هر حال زمان نیاز داره ما میگیم فرد بین یک ماه تا دو ماه باید حداقل زمان بذاره تا یک تسلط نسبی به اینها به دست بیاره تا اپیزود بعدی براتون آرزوی موفقیت و شادمانی میکنم